عرض کردیم یکی از خصال و ویژگی هایی که مؤمن و شیعه امیر المؤمنین باید دارا باشد، صفتی که در روایات در این محضر عرض کردیم، حضرت فرمود مفتاح و کل خیر است، کلید تمامی نیکی ها و خیرات است. صفت و خصلت و ویژگی که حضرت فرمود خیر کله، خیر محض است، هیچ شری درش نیست. صفتی که حضرت فرمود اگر کسی اون صفت رو نداشته باشد ایمان ندارد. صفتی که حضرتش فرمود کسی این صفت رو نداشته باشد مردنش بهتر از زنده بودنش هست، صفت و خصلت و ویژگی حیا بود. عرض کردیم طبق آیات شریفه قرآن و روایات صادره از اهل بیت عصمت و طهارت، این صفت صفتی است که باید مؤمن دارای اون صفت باشد. من لم یکن له حیا فالموت خیر له من الحیات، کسی که بی حیاست مردنش بهتر از زنده بودنشه. به اینجا رسید بحث ما که حیا دو رقم داریم، یک حیا مذموم داریم، یک حیا ممدوح. یک حیا که از نظر شرع مقدس خوب است و نیکوست، یک حیایی که بی ربط است، منشأ عقلایی ندارد. در روایت شریف حضرت فرمودند حیا و عقل و حیا و حمق. یه حیا داریم ناشی است از عقل، یک حیا داریم ناشی از حماقت و بیعقلی و جهل و نادانی. وقت وارد این شدیم یکی دو مورد حیا مذموم رو در این محضر بیان کنیم. یه مورد رو که عرض کردیم این بود که در مسیر تعلم دین، در مسیر تعلم مسائل دینی بگن آجا ما خجالت میکشیم، مروم نمیشیم. مثال واضح و ساده دم دستیش زدیم، یه حمد و سوره نمازش میخواد درست کنه روم نمیشه، حالا من شما بخونم. عرض کردیم تو کوچه و داد و بیداد و حرفای نامربوط او گیر نداره، پشت بلنگو هم حاضر داد بزنه، اما برای تعلم مسائل دینیش اینجا حیا به خرج میده. یه نمونه دیگه از حیا باطل و حیایی که ناشی از حماقته، حیا در تحصیل روزی حلاله. رابعه میگه من رفتم وارد شدم دم امام صادق سلام الله علیه بیل دست گرفته درد کشاورزی میکند، همجور عرق از سر روی مبارک، امام معصوم ما حجت خدا. اینجا حیا نمیخواد که. عرض کردم آقا جان شما اشاره کنید میان انجام میدن. آقا فرمودن خدا دوست میدارد ببیند بندهش در راه تحصیل روزی حلال اذیت میشه، عرق میریزه، این خدا خوشش میاد، یه عبادته. اینجا حیا نمیخواد که. شما کار حلال پیدا بکن، کاری که مطابق شأنت باشه برو انجام بده، حتما میز و صندلی و بیمه و اینا نمیخواد که. پس حیا در تحصیل روزی حیا مذمومه. در روایت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن مؤمن کسیه که هیچ خیری رو ترک نمی کند حیاءن. آقا روم نمیشه، چرا فلانجا نرفتی روم نمیشه، چرا فلان مطلب رو یاد نگرفتی روم نشد. آقا این حیاء حماقته، این حیاء بیعقلیه. در تعلیم دین روم نمیشه معنا ندارد، بیعقلیه. در تحصیل روزی حلال حیا معنا ندارد، برو کار کن یه لقمه نون حلال در بیار هم برای خودت. یکی دو نمونه مثال زدم، این بحثو میخوام جمعش کنم. حیا بعضی جاها در بعضی موارد تأکید بیشتری شده. از وجود مقدس خاتم الانبیاء محمد مصطفی
نقل است که حضرت فرمودند الحیاء اشرت و اجزا، خدا حیایی رو که آورده روی این کره خاکی 10 قسمت کرده. خوب اینجا باشید، 1 قسمتش را داده به مردا، 9 قسمتش را داده به زنها. یعنی حیاء زن مؤمنه باید 9 برابر حیاء یک مرد مؤمن باشد. باید باشد، نباشد فتنه و فساد میشد. تو روایات بیان کردن که وارد اون بحث نمیشن. حیا کسی نداشته باشد مردنش بهتر از زنده بودنشه. خوندیم روایاتشو. این خصلت و ویژگی و صفت حیا در زنها اهمیتش خیلی بیشتر از مرد هاست. 9 برابر مردها زن باید حیا داشته باشد.